سلام به همه اگزارمی های خفن خودم، چطورید بچه ها؟ از این بعد بهتون میگم اگزارمی، طرفدار علی اگزو، عشق منه بچه ها. این ویدیو رو به درخواست شما گرفتم، راز موفقیت در دامینشن هارتمون، پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. 3 تا اتچمنت از گان سی بی آرم براتون گذاشتم، پس برو بریم، لیتس گو. اول از همه گان سی بی آر 4 رو با خودت ببر، هر لوداتی که چیدی، هر کاری که دوست داری انجام بدی بکن، ولی سی بی آر 4 رو به خودت ببر. چی گفتم؟ پشما. به قول اون شاعره بود که میگفت گیتارم رو با خودت نبر، این همونه. ولی خب سی بی آر 4 رو به خودت ببر، چون واقعا به دردت میخوره. بچه ها ببینید سی بی آر 4 چرا میگن اونقدر خفنه؟ چون فاصله نزدیک، متوسط، دور، همه چی میزنه، واقعا این اوکیه. پس سی بی آر 4 تو لوداتتون داشته باشید. 3 تا اتچمنت دادم بهتون، حالا برید اشتباه میکنید. پس یادت نره اینو به خودت ببری، اول اینو داشته باش. 3 تا نکته میخوام بهت بگم که هر کدوم شامل چندین بخشه. اولین نکته برای پیک دادن بچه، پیک دادن چندین نوع داریم که من چند تاشو میگم که خیلی استفاده میشه. اول اسکرین شات بگیر از این اتچمنت. گرفتی؟ اوکیه. پس برو بریم. اولین نوع پیک دادم که خیلی کاربردیه در هنگام موومنت زدنتون. چه موومنتی؟ موومنت اسلاید خالی. یک اسلاید میزنید و بعد پیک میدید و انمی رو میزنید. این کاربردی ترینه. زمانی که شما یه جا کاور دارید، مثلا من یه پشت بشکه یا دیوار کاور داشتم، شما هر جایی که بودید پیک دادن، یعنی جایی که شما انمی رو نمیبینید و میخواین پیک بدین، یعنی ایم کنید و انمی رو بزنید. پیک دادن یعنی سرتون رو میارید بیرون و میخواید انمی رو بزنید. پس همینطوری سرتون رو بیرون نیارید، اول یو ای بی بزنید، مطمئن بشید انمی اونجا هست نیست، بعد پیک بدید بزنید. و یکی هم صبر کنید، عجله نکنید بر پیک دادن. نوع دوم پیک دادن زمانیه که شما اسلاید میزنید و جامپ میزنید. مثلا الان دیدی یه اسلاید دارم یه جامپ دارم، حالا میخوای گان باشه دستت، میخوای هر چی که دوست داری. پیک دادن پس نوع دوم شد چی؟ اسلاید، جامپ و پیک. اسلاید ببینید، پیک دادن همون در واقع ایم کردنیه که شما موومنت هم در کنارش میرید. انواع موومنت ها هم بهتون حالا میگم، فقط الان متوجه بشید که پیک دادن چی به چیه. اسلاید، جامپ و پیک همزمان با موومنتی که دارید پیک دادنتون هم میشه در واقع هم حالت. چون موومنت بچه ها همون حالتیه که شما مثلا راه میرید اسلاید بزنید، جامپ بزنید، ولی اسلاید جامپ خالی نه، زمانی که شما پشت دیواری و میخواد ایم بکنید یک اسلاید میزنید و جامپ رو همزمان زدید، اون موقع پیک میگیرید. الان من دیدم این الان دارین سمتم یه اسلاید هم زدم. ببینید خیلی راحته، ولی بیشتر زمانی پیک میدن که نمیدونن انمی کجاست و بعد میخوان وارد صحنه بشن و عمل کنن به تیر زدن، اون موقع است که میشه پیک دادن. متوجه اید بچه ها؟ اینا رو خوب یاد بگیرید. مورد سومی که برای پیک دادن هست خیلی خوبه و فریب دهنده است برای انمی. شما یه پیک به انمی بدید پشت دیوار، اون فکر میکنه شما میخواد بیاد جلو، برگردید سر جای خودتون، دوباره اسلاید بزنید و انمی رو بزنید. پس یادت نره این موومنت خیلی کاربردیه بچه ها. شما به انمی پیک میدید، انمی تصورش اینه که شما دارید راش میدید، در صورتی که شما راش نمیدید، پیک میدید ولی برمیگردید سر کاور خودتون و بعد دوباره با یه حرکت اسلاید میتونید انمی رو فریب بدید، در صورتی که دیگه اون نمیتونه شما رو بزنه، هر کاری هم بکنه نمیتونه، به خاطر اینکه موومنت یا همون در واقع اون اسلایدی که میزنی خودش یه حرکت خیلی خفنه که سرعتتون رو بیشتر میکنه. و الان دیدید چقدر راحت 3-4 نفر رو زدم با این حرکت، با یک اسلاید و همزمان ایم گرفتن انمی رو زدم. خیلی ایزی بود این 3 تا چیزی که گفتم بچا، خیلی کاربردی بود. یه مورد دیگه هم هست بچا که بیشتر برای موومنت، حالا موومنت رو بهتون کامل توضیح میدم، ولی کلا رو جامپ حرکت کنید. زمانی که میخواد استایل بزنید تون تون جامپ بزنید پشت سر هم و پیک بگیرید انمی بزنید. حالا بهتون یاد میدم. خب حالا 3 تا نکته دیگه برای در واقع موومنت رفتنتون بچا. یکی حرکت اسلاید کنسله که خودتون یه بلدی اسلاید کنسل، من آموزشش هم دادم ولی حالا مختصر بهتون میگم. زمانی که شما همزمان اسلاید میزنید و ایم میکنید و این نیازه که شما 4 انگشت باشید بچه‌ها، و من خودم سنگشتی ام ولی یه طرفم برای سنگشتی عزیز دارم، اون دکمه که خود ایم میکنه و میزنه حالت اتومات داره، اونو که یکی بزنید روش و اسلاید بزنید پرتتون میکنه میره به جلو. پس اینو یادتون نره، این خیلی مهمه. دوستانی که میگن علی اگزو من موومنتمون خیلی کمه، ببینید بچه چقدر راحت با چندین اسلاید تونستم فریبشون بدم.
با یک حرکت خیلی ساده اسلاید کنسل. اسلاید کنسل بچه دست کم نگیرید، یه حالتی سر میخورد انگار دارید اسکی، خیلی پرت میشید به جلو و این برای پیک دادن خیلی موثر بچه. موومنت بچه ها خیلی در کنار پیک دادن بهتون کمک میکنه. ببینید چقدر موومنت خوبی داره، چقدر ایم خوبی داره، چقدر پیک خوبی داره زمانی که میخواید پیک بدید. همه اینا در کنار هم دیگه میتونه شما کمک کنه. مورد دوم برای موومنت زدن بچه ها حرکت اسلاید جامپه، که گفتم اسلاید جامپ زمانی که شما اسلاید میزنید و جامپ میکنید. این نکته که بود. حالا خیلی خیلی مثلا توی بتل رویال بیشتر استفاده میشه، مخصوصا مثلا بتل بازار مثل بروکن دیگه همتون میشناسید رو اسلاید جامپ داره کار میکنه. اسلاید جامپ همش برای شاتگانش اچ اس کی میزنه، اسلاید جامپ توی مولتی هم بچا همین اسلاید جامپ خیلی مخصوصا برای اسنایپ برای شاتگان خیلی کاربردی و برای گان هم همینطور. پس اینا که بیان خوب یاد بگیرید. مورد سوم بچا همون موردی که گفتم برای موومنت، همش بپرید تون تون دستتون رو بزنید روی جامپ، یه اسلاید بزنید که پرچید جلو، وقتی پرچیدید جلو هی تون تون جامپ بزنید و صفحه رو چپ و راست کنید، صفحه هم بازیتون رو چپ و راست کنید و هم جویستیکی که دارید باش راه میرید، یه حالتی میشه که هی چپ و راست میشید و این بیشتر تو سیزنهای یک و دو و اینا بود که خیلی استفاده میشد. پس اینو یادتون نره، هنوز هم میشه از این استفاده کرد. خب حالا که موومنت رو گفتم، پیک دادنم گفتم، یه مورد دیگه هست که سه تا نقطه کوچولو داره که اینا رو تجربه باید دست بیارید. حتما اینا رو گوش بدید که خیلی خیلی به دردتون میخوره. یه اتچمنت دیگه هم با هم ببینیم. این از اتچمنت بعدیه. بچه‌ها این اتچمنتی که الان دارم باهاش پلی میدم نیستا. اون اتچمنتی که برای اول کار گذاشتم فقط اتچمنتش برام بود. این دوتا بعدیه جدید کلا رفتی به گیم پلی نداره. فقط برای اینکه خیلی خفن بود براتون گذاشتم. خب حالا بریم سراغ ویدیو. ببینید بچه ها، من کلن برای دامین هارد پوینت بیشتر از مغز بازی استفاده میکنم. مغز بازی توی بتل رویال توسط نارکو، در واقع به نظر من توی بتل کل جهان نارکو مغز بازیشو به همه ثابت کرده، ولی بروکن نه، بروکن خیلی خفنه و کلن رو اسلاد جامپ و شاتگان داره کار میکنه، ولی مغز بازی به اون صورتی که نارکو داره نداره. نارکو خیلی فکری پلی میده. خب حالا میخوام توی مولتی پلی یه سری چیزا بگم در کنار مغز بازی. اینه که اول سعی کنید تیرتون رو به بالاتنه انمی بزنید و بالاتنه واسه میشه که تیر بیشتری حرومش نکنید. این خیلی مهمه بچه‌ها. سعی کنید که همین حالتی که در واقع ایمتون هست، ایمتون رو به بالاتنه باشه. مثل الان مثلا شما صفحتون الان اینجاست، یکم بیارش بالاتر، چون وقتی که به انمی تیر میزنید به بالاتنه انمی بخورد. دیدید چقدر دمیج بهش وارد شد؟ ولی وقتی به پایین تنه میزنید مجبور تیر بیشتری خرج کنید و ممکنه که بمیرید. مورد دوم بچه اسموچ و گرینید عامل موفقیت در بازی هم، مخصوصا دامین هارتون. به خاطر چی؟ یک، موفمنت بهتر، سرعت عمل بهتر، که میتونید زمانی که مثلا دمیج بهتون وارد شد میتونید حالا نایف فرنا داشتید اسموک بردارید، نارنجک بردارید، در برید و این خودش یه نوع موفمنته و استفاده اون هر جایی نیست. یه جایی که ترافی انداخته طرف، ترافی یعنی چی؟ ترافی یعنی که زمانی که شما گرینید میندازید اون گرینت خونسا میشه و هیچ دمیجی به انمی وارد نمیکنه، حتی کیلش هم نمیکنه. پس یادتون نره ترافی هم میتونید خودتونم ببرید. برای دامین هارتون مخصوصا باید استفاده بکنید زمانی که مولوتوفی پرت میشه، نانوداکی پرت میشه، آر پی جی میزنن، هر چی شما اون ترافیکی که داشته باشید میتونه بهتون کمک کنه. و اما مورد آخر که بسیار بسیار مهمه اینه که مغز بازیتون رو افزایش بدید. چطوری؟ راش ندید، الکی راش ندید. چندین بار گفتم باید یاد بگیرید زمانی که انمی توی هارد پوینت راش بدید، زمانی که داره چپچر میکنه راش بدید، زمانی که ببینید چقدر اینجا کیل زدم، یه خودتون دیدید 4 تا رو زدم اینجا، 3-4 تا رو زدم، یه دونه تریپ ماین هم انداختم اونجا درد تامش کرد. پس استفاده از تریپ ماین نارنجک همه اینا به دردتون میخوره و اون موردی که گفتم نمیرید، الکی راش ندید. سعی کنید تیر اولتون رو به انمی بزنید که انمی درجا کیل میشه. من خودم ممکن بعضی جاها حالا مثلا میس بدم به خاطر اینکه اولین تیرم نمیخوره، دلیل اینه که خب جیرسکوپم، جیرسکوپ یکم سخته، ولی تیرام انمی میخوره و بالاتنه که میزنم ناخودآگاه انمی رو درجا کیل میکنه. این نکاتی که گفتم بچه‌ها حتما رعایت کنید. مغز بازی آخرین موردی که گفتم راش ندادن بچه‌ها، راش ندید، الکی راش ندید، از دور به انمی ضربه بزنید. بچه دمتون گرم، اگه خدای حال کردید این ویدیو رو لایک کنید، لایک این ویدیو خیلی باید بیشتر از اینا باشه، خدای کلی انرژی گذاشتم پس شما هم انرژی بدید، لایک حتما بکنید، کامنت انگلیسی بذارید، کانال رو ساب کنید، مخلصتون هم تا ویدیو بعد. فعلا خدا نگهدار.